پس از تایید اجرای طرح دولت پاکستان در یک سانسازی متون درسی مدارس از سوی علامه طاهر اشرفی مشاور ویژه نخست وزیر پاکستان در امور مذهبی و منطقه خاورمیانه رهبران شورای وحدت مسلمین از احزاب پیشروی شیعه در پاکستان نگرانی های خود را از این طرح اعلام کردند شیعیان پاکستان معتقدن یک سانسازی متون درسی مدارس در این کشور در نهایت به ضرر پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام خواهد بود همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دولت پاکستان در تلاش از طرح متون ملی واحد با شعار کتاب واحد برای یک ملت را در این کشور پیاده کند تا دانش آموزان در سراسر پاکستان از یک متون درسی واحد بهره شوند اما نادیده گرفته شدن اعتقادات شیعیان در کتابهای تعلیمات دینی و اسلامی در مقاطع ابتدایی متوسط و دبیرستان در مدارس دولتی و خصوصی سطح نارضایتی های علمای مطرح شیعه را افزایش داده است دولت قصد دارد روند تکمیلی این طرح را به صورت مرحله ای در سراسر پاکستان به اجرا درآورد بر اساس این طرح متون درسی برای همه مدارس دولتی و خصوصی به صورت یکسان و برخلاف گذشته این بار به زبان اردو خواهد بود. امران خان نخست وزیر پاکستان گفته یکسانسازی سازی متون درسی می تواند به تربیت صحیح نسل جدید و رشد فکری و شکوفایی خلاقیت ها کمک کند. علمای شیعه میگویند دانش آموزان شیعه در پاکستان برای کسب نمره قبولی نباید مجبور به یادگیری اعتقادات اهل تسنن مندرج در کتب درسی شوند. از سوی دیگر مسئولان دولتی مدعیان دیدگاه های همه جریان های مذهبی را در متون درسی یکسان در نظر گرفتند. علامه مقصود دومکی، سخنگوی شورای وحدت مسلمین و همراه دیگر اعضای ارشد حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام موضع این حزب از جانب شیعیان این کشور در قبال طرح متون ملی واحد مطرح شده از سوی دولت مرکزی گفت در متن کتاب های درسی جدید برای دانش آموزان دیدگاه های شیعیان نادیده گرفته شده و تنها اعتقادات یک جریان مذهبی در آن بیان شده است وی گفت اگر هدف از تهیه و تدوین متون درسی واحد پایان تبعیض بین دانش آموزان فقیر و پولدار در جامعه باشد امری بسیار خوشایند است اما اینکه در کنار آن دیدگاه ها و نظرات یک مذهب اسلامی در آن ارجحیت داده شود این نظام آموزشی قابل قبول نخواهد بود به افزود: در موتون درسی واحد سخنی درباره نقش مهم برخی از اصحاب نزدیک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در ترویج و پای گذاری اسلام مطرح نشده است. در نتیجه دانش آموز از شناخت مشترکات مذاهب اسلامی بی بهره می شود. مقصود دومکی تأکید کرد با توجه به اینکه شهادت امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا که به عنوان جنگ حق علیه باطل در تاریخ بشریت و جهان به ثبت رسیده اما این حادثه و برخی دیگر از تحولات مهم تاریخ اسلام در موتون درسی گنجانده نشده است هرچند جنگ های بدر خود و خندق در سطر اسلام در متون درسی جدید گنجانیده شده اما سخنی از نقش محوری و شجاعت های بی مثال امیر علی علیه السلام در این غزوات به میان نیامده است علام مقصود دومکی افسود با توجه به اینکه بنی هاشم نقش مهم و تعیین کننده در ترویج اسلام داشتند و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از بنی هاشم بود نام بنی امیه و بنی عباس در متون درسی واحد بیان شده اما نامی از بنی هاشم و خاندان پیامبر گرامی اسلام در این متون دیده نمی شود علام مقصود دومکی با بیان اینکه دانش آموزان شیعه در پاکستان این حق را دارند که کتاب تعلیمات دینی و اسلامی آنها بر اساس اعتقادات آنها باشد گفت چرا این حق که در قانون اساسی پاکستان گنجانده شده است از دانش آموزان شیعه سلب می شود